چرا اینقدر دیر کرد؟ همیشه کاراش همین طوریه دیگه. بهش گفتم و گفتم من همین امروز مرخص دارم. ببینم حالا این مدارک رو بهش دادی؟ بهش اعتماد داری؟ آره آقا، شما نگران نباشی. برادر خانومم گفتم که نگران نباشی. برو ببین چی شده اینقدر دیر کرده. چشم. میخوام منم بیام؟ نه آقا، حالا میام. کجایی تماس؟ یه بار قال گذاشته باشی میدونم چی کارت کنم. بنزر آ چیه؟ کی هستی تو؟ سلطان غم مادر. یه تو این مدت کسی دیگه ای نبوده به زنگ بزنه؟ مشکوکه. کی هستی؟ همونی که فقط یه بار در خونه آدمو میزنه. شانس. برو خودتو مسخره کن بزرگوار. اینطور که بوش بیاد خبر نداشی با میاد سراغت. بابی چیه؟ بابک کمالی رو میگم. از پشت زدی. ناوردیه. خیلی ناوردیه. بده دارم کاری میکنم که خدا به صراط راست مستقیمت کنه. بده؟ من چه سنمی با تو. بچه سوسود دارم. اصلا کی هستی؟ یه قاقالیلی کوچولو زدم به حسابت. 5 تومن. میلیون این دسته گل. اگه آدم سایه باشی چند برابر همینم میشینه تو حسابت با این ساندیسه اضافه. خوبه؟ داداش اشتباه گرفتی. بابی شوهر خواهرته؟ تو با بابک چه مشکلی داری؟ واسه چی اومده بود تو رو ببینه؟ اومد سراغ برادر زنش تا یه حال احوالی بکنه، چاق سلامتی بکنه. مشکلیه؟ همین تو بمیری. گفتی و منم باور کردم. با یه روز مرخصی از زندان بلند شده اومده تو اون جهنم دره که تو رو ببینه؟ نه مشکوکه. منم تو کتم نمیره. تو اصلا با خودت مشکل داری بابا. باشه بابا. نیست، رفته. یعنی چی؟ کجا رفته؟ نمیدونم، ولی اگه میرفت ما باید میدیدیمش. اینجا این همه راه در رو داره، اصلا چرا باید بره؟ ببخشید تلفنتون رو میدونم این زنگ بزنم. بفرمایید. خیلی ممنون. رمزش چیه؟ قفل نداره. لعنتت کنه تماس.
آره خودشونه. چی کار میکنی؟ برمیگردی تو اون قبرستون پیش اونا؟ یا اینکه با من میای گلستون و یه سر و سامونی به زندگیت میدی ها؟ تو اونها چه خبره؟ از کجا بدونم؟ از کجا بدونم؟ میدونی خوبم میدونی. باید فکر کنم. باید یکم فکر کنم. بابا آپولو که هوا نمیخوای بکنی عزیز دلم. یه تو که پا میریم دم خونتون، اون هاردو تحویل من میدی، منم اینه دسته گل 25 تومن مابقی رو میریزم تو حسابت، قال قضیه کنده میشه همین. خونه؟ تو فکر کردی مال به اون مهمی رو من میبرم خونه نگهداری میکنم؟ تحماست، فکر مادرت باش، بچه خواهرت، روز به! همینجاست همینجا نگه ده همینجا لیم بغل جد بابا همینجاست همینجا. و خونتون کن؟ آقا اون بره باید از اینجا برم پایین. خب تیوار کشیدم دیگه، اینجا باید برم اون بره تیوار بعد بردارم و سک بیارم. تماس آه اگه منو بپیچونی باز همدیگه رو می بی پیچوندن چیه؟ صحبت 40 میلیون پوله. چقدر ویر میزنی؟ هم ویر میزنم همون 40 میلیون ازت میدم. آخو آی آی تو خوردی؟ خواهر زنگ زد حرف تو حرف پیش اومد و یادم رفت. دکتر چی گفت؟ گفت سر وقت به موقع سر ساعت باید این قرصا خورده بشه وگرنه هیچ خاصیتی نداره. میگم این چه خاصیتی؟ به این کوچولوی اندازه یه عدس هم نیست. چشو چاله چی شده؟ ایچی ایچی سرم خورد به در ماشین سر کار. بیا دست درد نکنه ننه. میگم
این قرصه کیه؟ نگاه کن، اندازه یه عدس هم نیست. این میخواد منو زنده نگه داره؟ خواهرم دیگه چی گفت؟ به عوض نگفتی بیا اینجا؟ نانجیب اینجا زنگ زده؟ عجبا ها؟ توفش پر بود؟ غلط کرده مرتی که توفش پر میگفت حتمنی رفتی پی ارواتی. کافر، همه را به کیش خود پندارد مرتی که. ای زنگ بزن، میره یک کسی دیگه جت میاره، دوباره بیکار میشی یا تماس. غلط کرد مرتی که، توی دنیا هیچ خری مثل من حاضر نیست که بره واسه چندر قاس تو اون سگدونی، تو اون جهنم واسه از جون بکنم و طاقت بیاره. برو بابا. اما گفتن روز بخیر آقا جون. از زندان تا اینجا ردشو زدم. بگیرم آقا جون، خیالت راحت. در واقع حدس شما درست بود. بابی یه چیز مهم دست برادر زنش سپرده. خیلی مهم. چی؟ یه هارت پر از اطلاعات مهم. هارت؟ تو از کجا میدونی؟ من نمیدونم آقا جون. در واقع خود برادر زنه بهم گفت، یعنی از زیر زبونش کشیدم بیرون. خب الان اینی که میگی کجاست؟ پیش توه؟ نه آقا جون، اگه پیش من بود که من الان پیش شما بودم. ولی تا امشب به دستم میرسه. به دستم که رسید پیش شما. کیا هست تو این هارد؟ این بنده خدا تو زندگیش تالا هاردم نیده، اما اینو میدونم که بابی بهش سپرده تا آخری قطره خونش مراقبش باشه. اون آرده انقدر مهم هست که محسن بابک به خاطرش از زندان اومدن سراغش. میتونی بگیریش؟ آقا جون شما تا حالا چیزی از من خواستی که جورش نکرده باشم؟ میگیرمش. فقط یکم خرج دار آقا. سر کیسه رو باید شل کنی. پویا، هر جوری شده من اون هارد رو میخوام. حالا با پول، تهدید یا با... خیالت راحت باشه آقا جون. گیرش میام. پس خبرشو بهم بده. خوششم آقا جون. سلام گولی های من، چطور اینجا؟ خوبی؟ چیه؟ برو برو گوی گولی. آه تو چی بگی؟ تو چی شدی؟ تو رو زدن نامردا. نامردا تنهایی گیر آوردی؟ نازی
رفته، بریم کنار دیگه. توی 40 میلیون تومن سلطان بابا کاری نداری؟ من یه سر میرم بیرون. تو یه روز هم که زود میای خونه بند نمیمونی. بابا چی کار کنم دیگه؟ من تو خونه میگه چرا نشستی کنج خونه بر دل من غمبرک زدی بیرون نمیری کار نمی کنی. حالا که کار دارم میخوام برم میگه چرا میری؟ کجا میری؟ از سر خاک. کدوم خاک؟ الان وقتشه؟ از کی وقتشه؟ وقت نداره که. خوابشو دیدم باید برم. تو هر وقتی که تو کفتته از اون خدا بیامرز خرج میکنی. بابا یه سر کار دارم میخوام برم زیر میام. چیزی نمیخوای واسط بگیرم؟ تو هم جنست به اون خدا بیامرز رفته. تا یه قرون گیرش میومد عالم و آدم میفهمیدن. یه دفعه شد با یه اخلاق خوش، اخلاق خوش از من و خدا بیامرز یاد کنید. آخه باید یه اخلاق خوش از تو دیده باشم یا نه؟ باش باید زدی تو بروجک ما. دمت گرم. عزیز دارم نابود میشم. خدا نکنه اگه اون هاردی که دست طهماسب پیدا نشه بدبخت میشم. هزار سال دیگه باید دارم تو زندان. خدا نکنه. نمی روز بخیر. آقا طهماس بو میشناسی؟ نه والا نمیشناسم. محبوبی لاغر. بفرمایید. دست شما درد نکنه. به 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 به. صفا باشه. حالت خوبه؟ آره. تماس بگوش هستی؟ تماس؟ بدون تماس محبوبی؟ اون لاغره. آها میشناسم. آفرین. من میبایی دم خونشون؟ کارش دارم. چی کارش دارم؟ رفیقشم. رفیقش؟ به تماس نمیادم چی رفیقی داشته باشه. معلومه که نمیادم چی رفیقی داشته باشه. واسه اینکه من از خارج اومدم.
ژاپن چوته موتاگو تاسای زود برمیگردم. آره زود برمیگردم. بشین. اسم چیه؟ ابوالفضل. آفرین. حالا میخوایی چی کار کنی؟ آقا من اشتباه کردم که با سعید با فخم در افتادم. یعنی چی؟ من شما رو بردم پیش تنها مدرکی که بر علیه مفخم داشتم. آقا بابا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی من دستم با سعید مفخم تو یک کاسه بوده؟ دست شما درد نکنه. اولا اینکه تو و خانومت اومدیم پیش من، من اصلا از هیچ چی خبر نداشتم. دوماً من اومدم برای شما سند گذاشتم، رفتم وکیل گرفتم، شما رو از زندان آوردم بیرون که دست سعید رو کنم. اگر این فکر رو داشته باشین واقعا بی‌انصافه. شما درست هستید. می‌بخشید. من اشتباه کردم. خواهش می‌کنم. خواهش میکنم. این نهایی کارتون عالی بود. زبان خیلی سلیس و درخور و استادانهی در اومده. البته اصلا ما غیر از این هم انتظار نمیدیم. اصلا حس یک کار تعلیفی رو داره. اصلا حس ترجمه به آدم نمیده. ببخشید یه لحظه. خواهش میکنم. من توی دفتر منتظرم. خواهش محسن، میگم حرفایی که اون خانمه میزد درست بود؟ آره، خب، حالا میام برات بگم. عصر رو بهت زنگ زد؟ نه، چطور؟ هیچی، همین جوری. یه زنگ بهش بزن. چی شده؟ حقیقتش یه چند روزیه توی خودشه. امشب شیفته؟ آره، بیمارستانه. اگر میتونی یه سر برو پیشش. خیلی خوب بگیم. حالا میام باش حرف میزنم. باش. خواهی نبری؟ میبینم ات. خیلی خدا میگه سر. باز بامت. خدافز. کدوم سمت برم؟ دست راست. این راست رو بخل کنم؟ نه. خونه تحماس از این بره؟ کدومه؟ همین خونه است، در زرده. همین این؟ خود خودش. یعنی مطمئنی دیگه؟ آره، خودش. آفر. خدمت آقا. نه، نمیخوام. بگی دهنتو شیرین کن. فعلا. که در باز کن برد دست در برد. سلام بزرگ هستا. سلام. سلام بطوری. سلام بابا جان. خوبی؟ خوبی. این هستا کی خوابیده؟ خیلی وقته. چند شب تشریف آوردی؟ این اسم محکومیتشه که خوابید. دیر کردی، فکرم نمی آی. داشتم با حسن دعوا میکردم سر تخت تو که میبینیش طبق معمول. خواب اکی راستی بابا چی شد؟ کارات ردیف شد؟ دست سر دراز دارم. شیبا. همه کارام پیچیده تو هم. نگران نباش، انشالله همه چی درست میشه. عجله نکن.
آره همه همینو میگن. امیدوارم که همین سر کسی که میگن. ارادت آقا جون، جای هاردو گیر آوردم. حله خیال تخت امشب رو میزت. نگران نباشی ها. نه بابا، این بچه اذیتی نداره برای من. میشسته داره بازی میکنه. باشه بذار ازش بپرسم. بابا جان، مامانته میگه چیزی میخوای از بیرون؟ چیزی که نه نمیخوام. نه نمیخواد. زود بیا دیگه. خداحافظ. سعید خوبی؟ آره. چیزی شده؟ نه. آخه هر وقت سکوت میکنی و زور میزنی به در و دیوار آدم ترس برش میداره. امروز با منیرم که حرف میزدم اونم یه جورایی بود، مثل همیشه نبود. چه جوری بود؟ میگم نکنه آزاد کاری کرده که پشت سرش حرف و حدیث درست کرده. ببینم تو امروز با آقا محسن حرف زدی؟ من نمیدونم تو چرا پیش این خانواده خودتو اینقدر خار و خفیف میکنی. آزاد دست رو هر دختری میذاشت بهش نه نمیگفتن. غیر از اینه؟ پس حدسم درست بود. یه چیزایی شده. کجا میشناختی؟ آدرسش تو پرونده یه باوک بود. ببین حس و طمع با آدم چی کار میکنن. یکی نبود میگه آخه تو با این گرگا چی کار داشتی؟ بابا جان من به امروز برمیگردم. میخوایم بیام همراهتون؟ نه نه خاطر جان؟ آره راحت باش. باور کنیم من بهش خیلی فرصت دادم. این پولو برای چی از شما گرفته؟ چه میدونم؟ برای سرمایه گذاری. یعنی با هم قرارداد بستیم؟ قرارداد داشتیم با هم؟ قرارداد؟ قرارداد برای چی؟ سفته رو آورد پول گرفت. البته باید اینو بگم بهتون که الان جاتره و بچه نیست. راستی شما قهوه میخوری یا چایی؟ هیچی ممنون. یعنی همینطوری اومد گفتش که من پول میخوام، شما هم این پولو بهش دادین بدون هیچ قراردادی ضمانتی همینطوری؟ نه قربونت برم، شناخت داشتم. هم محل کارشو میدونستم کجاست، هم شغلشو، هم خونهشو. من فکر کنم همین کافی باشه برای یه معامله. معامله؟ خب بله دیگه، اینو بهش میگن برد برد. یعنی چی؟ وین تو وین. حالا شما سرمایه میخواستی؟ نه خیر، استغفرالله. با اجازتون من میرم. حقیقتشو بخوای اینو من قلبا راضی نیستم حتی کافر خدام یه شب اون تو بمونه. ولی موقعی که تعهدش عمل نمیکنه چیکار کنم؟ مجبورم دیگه. بله بله متوجهم.
ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. سلام سعید جان، خوبی؟ ببخشید دیگه زنگ زدم. چی شد بابا؟ حالا بریم تو رو حالا تعریف کنم بابا جان. این برای اتاق 132 فردا دکتر بگدو امضا میکنه بعد میتونه مرخص شه. باش خانم تو چش. خداش رو امشب خلوته ها. البته خانم دکتری مریض اورژانسی هم داریم. اورژانسی؟ بله بیرون منتظرتونن. خیلی خب شما حواست به کار خودتون باشه. سلام. سلام. گفتی فردا میای که دیگه دیدم نامردی من خونه استراحت کنم بعد خانومم سر کار باشه. مزاحم که نیستم. چه حرفیه به به. دست شما درد نکنه شما خودتون گل بودی. خواهش میکنم. میام بریم بیرون یه هوایی بخوریم. بریم. چی خریدی دیگه؟ دیگه نجوم. از کجا میدونست من این طعم رو دوست دارم؟ دیگه دیگه. خسته شدی امروزا؟ نه اتفاقا امشب خلوت بودی. خب خوش دماز، بینجا ببینم.
سلطان سلام. سلام. اونجایی؟ بله اینجا. به بچه که ورنگی رو انداختیم. میگم خواهرت میگفت صد بار به زنگ زده، چرا جواب تلفنش نمیدادی؟ اه تلفن خونه زنگ خورد؟ ها حتما شارجش تموم شده بوده. شارج تموم شده به خواهرت چی میگفت؟ چی میگفت؟ بابک امروز اومده بود اینجا دنبال امانتیش، چرا بهش پس نمیدی؟ برای اینکه نیستش، برای اینکه گم شده. چیکار کنم؟ اونجوری نگاه نکن، خودم بندازم جلوی تو، نیستش دیگه. برای اینکه چه خان میکنی؟ چه خیالی تو سرته؟ چه خیالاتی؟ منو نگاه کن، میتونی نگاه کنی؟ نه؟ ببین تهماس، به خدا اگه بخوای مال حروم بخوری، زندگی خواهرتو به هم بزنی، از خدا میخوام که منو از تو بگیره، راحت شم از دست تو. ای بابا، من تو رو بزرگت کردم بچه، تا یک کسی چیزی به تو بگه یهو قاطی میکنی، همه چی رو به هم میریزی. امونتیشو گم کرده، گم کرده. چیکار کن؟ بابات هر ایرادی داشت مال مردم خور نبود، به حقش قانع بود. برای همین بود که آخر عمری بعد از یه عمر فعلگی مجبور شد بره اونور دنیا واسه واسه چندر قاز نگهبونی که یکی بزنه درب و داغونش کنه. بابک شوهر خواهرته، چطوری روت میشه تو چهره بچهش نگاه کنی؟ اینقدر بیغیرتی؟ ببینم، من بهش گفته بودم که پاشو گلیمش بیشتر دراز کنه، من بهش گفتم نزول کنه، من بهش گفتم ریخت و پاش کنه. خب حالا زندانم بره، بالاخره میاد بیرون دیگه. این چرت و پرتا چیه که میگی؟ فکر کردی من نمیدونم؟ خبر ندارم؟ حسه تو هر رگه قلبات گرفته، اون یکم در حال گرفتنه، قلبت امکان داره کار بیفته، باید جراحی بشی؟ بله، من نباید خبر داشته باشم. من الاغ فکر میکنه که ته جیبش شیپیش سقاب میندازه، ولی نه، من خبر دارم، فکرشم کردم. پای من این وسط نکش، اگه میخوای از مال مردم مایی درمون کنی نمیخوام، شیرمو حلالت نمی کنم. اگه امانتیه بابک بهش پس ندی آقت میکنم. نفرین نکن بابا، این از جون من چی میخوان؟ بابا نیستش، ندارم، چی کار کنم؟ یعنی اینا دروغ میگن؟ آ خیلی خوب، منم زنگ میزنم به خواهرت ببینم چی میگی. بابا ما غلط کردیم، پامونو گذاشتیم توی این خونه، دیگه نمیان، میریم همون رونه خودمون. ما رفتیم بابا، رفتیم. کجا میری تماس؟ بینجا ببینم. ای بابا، یه 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 بابا، یه